تو ادامه بحث استراب و استرس داشتم به این موضوع می رسیدم در برای راههای پیشگیری از استراب، که اولین نکته‌ای که می خواستم بهش اشاره بکنم همین رژیم غذایی بود، که حالا شما دوست عزیز زنگ زدین و خیلی مسئله رو خوب هم عنوان کردید. اینکه خانم ها کار میکنن، مشغول کار هستن، خب از یه طرفی میشه این رو فهمید، اگر تا جایی که ضرر به زندگیشون نمیزنه و ضرر به مسائل خانوادگی نمیزنه، خب میتونن کارشون رو داشته باشن، یا اینکه اگر احتیاج مالی به اون دارن و باید این کار رو انجام بدن، شغلشون رو ادامه بدن، میشه خب فهمید. اما خانمهایی که واقعا احتیاج مالی ندارن و احتیاج ندارن که کار بکنن، من فکر میکنم کار خونه و خانه‌داری و بچه‌داری کمتر از کار بیرون نیست. اینجا اومدن تحقیقاتی که چندین سال پیش کردن، البته این موضوع رو من چند سال پیش خوندم، و میگفتن که طبق تحقیقاتی که شده، خانم‌هایی که در منزل کار میکنن خیلی کارشون سنگین‌تره و حتی اگر بخوان حقوقی رو برای این بانوان در نظر بگیرن، حقوقشون دو برابر سه برابر خانوم هایی خواهد بود که در بیرون از منزل کار میکنن، چرا که چندین وظیفه مختلف و سنگین رو به عهده دارن، حالا گذشته از خانه‌داری و کارهای خانه و پخت و پز و خرید و اینجور چیزها. کار اصلی و مهمتر در خانواده ها، خانم هایی که بچه دارن، مسئولیت بچه داری و تعلیم و تربیت و پرورش بچه هاست، که واقعا من فکر میکنم اگر کسی بخواد درست وقت بذاره و به این مسئله بپردازه، دیگه وقتی برای کارهای دیگه نخواهد داشت و برای این کار هیچ قیمت و حقوقی هم نمیشه واقعا تعیین کرد، انقدر که ارزش این کار زیاد هستش. ولی حالا برگردیم به این که اگر که آدم کار میکنه، کمتر لااقل سعی بکنه از غذاهای فست فود، همینجور که این دوست عزیز صحبت کردن، استفاده بکنه، چرا که بدن ما، در شما نگاه بکنین در طول روز کارهایی که انجام میدیم یا به طور کلی در زندگی روزمره، انقدر ما فشارهای مختلف روی بدنمون هست. حالا اگر بخوایم که مواد غذایی ناسالم هم بخوریم و مواد درست و کافی، ناکافی و ناسالم به بدنمون برسونیم، چه آسیب‌های دیگه‌ای میتونیم به بدنمون بزنیم که اینها رو دوچندان میکنه. رژیم غذایی خوب داشتن، غذای سالم خوردن، غذای متنوع خوردن و در حفظ سلامت بدن تأثیر خیلی زیادی داره، به اینکه ویتامین کافی، مواد معدنی کافی به بدن برسه و بدن سالم‌تر باشه. درست شما یک ماشینی رو در نظر بگیرین که انقدر رفته، سوختش تموم شده، دیگه بنزینی نداره، حالا راه نمیتونه بره، خب باید برین این ماشین رو بنزین بزنین. حالا بیاین برین به جای اینکه بنزین سوپر توش بزنین، بنزین ارزون بعد بزنین توش، خب بعد یه مدت که این ماشین بره، این موتور از کار میفته یا خراب میشه، خرجای دیگه برای شما میذاره. بدن ما رو هم باید همون جوری بهش نگاه بکنیم، این بدن احتیاج به سوخت کافی و سوخت خوب و سالم داره. اگر که ما غذای سالم بخوریم، بدن سالم تر داشته باشیم، در مقابل بیماری ها بهتر میتونیم اون رو، بیماری رو تحمل بکنیم. یا اگر که در زندگی روزمرمون فشار
از روانی داریم، استرس داریم، ما بدنمون سالم تر باشه. کسایی که سالم تر هستن خب بهتر هم میتونن این فشارها رو تحمل کنن و به خودشون کمک بکنن. فقط رژیم غذایی هم کافی نیست، فقط غذای سالم هم کافی نیست برای بدن ما، برای سالم نگه داشتن بدنمون. ورزش منظم و مرتب هم خیلی مهمه، ورزش روزمره. ما هر روز باید حداقل روزی نیم ساعت ورزش کنیم، پیاده روی کنیم، بدویم، یا اگر که موقعیت اینو نداریم که به جیم بریم، به بیرون بریم، توی خونهمون یه دستگاهی تهیه بکنیم، توی خونه ورزش بکنیم، نرمش بکنیم. به هر صورت موزیک بذارین، با موزیک بلند اصلا شما رو موتیویت میکنه، انرژی مثبت بهتون میده و باعث میشه که شما با اون موزیک راحت تر بتونین ورزش بکنید. علاوه بر ورزش و غذای سالم، ما میتونیم مدیتیشن بکنیم، خودمون رو آروم بکنیم، روان خودمون رو آروم بکنیم، به خودمون آرامش رو بدیم که دچار استرس و اضطراب نشیم، در زمان حالمون زندگی بکنیم. اینها همه مسائلیه که ما میتونیم پیشگیری بکنیم از استرس، از اضطراب و افسردگی. در حال زندگی بکنیم، نه در گذشته. هی خاطرات گذشته رو پیش نکشیم، هی به این فکر نکنیم که تو اینجوری کردی، چرا اینجوری شد، حالا هر چی که شده، هر چیزی که پیش اومده، گذشته تموم شده رفته و دوباره بر نمیگرده. ما اگه خودمون رو هم بکشیم نمیتونیم زمان گذشته رو برگردونیم و آینده هم نباید بهش فکر بکنیم، چون آیندهمون هم نمیدونیم چی میشه. هیچ کسی نمیدونه در 10 دقیقه آینده، 1 ساعت آینده یا فردا چه اتفاقی میفته. من نمیدونم آیا فردا من زنده هستم یا نیستم، کجا هستم، آیا اینجا هستم یا نه، مجبور میشم برم جای دیگه، سالمم یا بیمارم. به هر صورت اینها مسائلی هست که اتفاق میفته برای ما و ما اصلا نباید بخوایم به آینده فکر کنیم، فکر خودمون رو خراب بکنیم که با خراب کردن این فکرمون به جسممون هم صدمه بزنیم. همیشه سعی کنیم در زمان حال زندگی کنیم. اینجا میگن که past is history, future is mystery. گذشته دیگه تاریخ و داستانه و گذشته و آینده هم میستریه، ما یک معماه، هیچی نمیدونیم، خبر نداریم. پس بهتره که در الان استفاده زندگی کنیم و از زمانی که توش هستیم، از حالامون لذت ببریم و سعی کنیم که بهترین زندگی و تایم رو بسازیم. علاوه بر این کارها، خندیدن یکی از سالم‌ترین قدم‌هایی هست که ما میتونیم برداریم. همیشه بخندیم، همیشه لبخند بزنیم. خندیدن در بدترین شرایط، یعنی حتی شما زمانی که عصبانی هم هستین، میخواین منفجر بشین، اگر که بخندین میبینین که چطور یک دفعه این عصبانیتتون کم میشه و آروم میشین. با خندیدن هورمون‌های ضد درد در مغز ما آزاد میشه و هورمون‌های استرس‌زا رو در بدنمون کم میکنه، باعث میشه که بدن ما آروم بشه و ما خوشحال باشیم، شاد باشیم. پس خندیدن رو همیشه در برنامه خودمون در هر لحظه‌مون بگنجونیم و همیشه سعی کنیم که بخندیم و لبخند داشته باشیم. و کار دیگه ای که دوستان میتونن انجام بدن این هستش که در مورد احساساتشون، هیجاناتشون، افکارشون بنویسن. یا دفترچه برای خودتون داشته باشید و هر آنچه که به ذهنتون میاد این رو روی کاغذ بنویسین. این کمک میکنه به شما که آروم میکنه شما رو، آرامش خودتون رو به دست میارین. یا اینکه با شخصی که مورد اطمینانتون هست، بهش اعتماد و اطمینان دارین، باهاش صحبت کنید و درد دل بکنید. بهترین راه به نظر من این هستش که حتما به یک متخصص مراجعه بکنید، از یک کمک متخصصانه استفاده ببرید و
سعی بکنید که با یک روانشناس خوب پیدا کنید، یک روانشناس آگاه، و از مشاوره با اون کمک بگیرید. روانشناسان روش های متفاوت، تراپی های مختلف دارن، متد های گوناگون برای اینکه با شما کار بکنن و به شماها یاد بدن که چطور با عوض کردن طرز فکرتون میتونین سبک زندگیتون و رفتارتون رو تغییر بدین و چطور میتونین خودتون رو آروم بکنید و از این استرس و اضطراب و ترس و نگرانی خودتون رو نجات بدین. گاهی اوقات دارو درمانی مهم هست و باید دارو درمانی بکنید، مثل اینکه وقت ما تمام شده و اجازه بدین که من صحبتامو تموم بکنم. امیدوارم که این برنامه، صحبتای امروز براتون مفید بوده باشه و جواب این دوست عزیز هم و توضیحات کاملتری هم برای این دوست عزیز داده باشم و جواب سوالش رو گرفته باشه و کمکی باشه در راه زندگی، بهتر زندگی کردن برای شما هموطنان عزیزم در هر کجا که هستید. خیلی ممنون از اینکه تا این لحظه به برنامه توجه داشتین. مرسی از آرای نازنین که زحمت برنامه رو میکشه و دیگر عزیزان، و تا اجازه بدین تا هفته آینده همه شما دوستان عزیزم رو به خدای بزرگ بسپارم. خدا یار نگهدارتون.